بله، خب متن دلنوشته زیبایی بود. فکر میکنم به این سه نفر باید نمره 20 داد، چون 10 سال جوانمردانه مقاومت کردند بر کلمه حقی که بر زبان راندند و از حقوق مردم ایران دفاع کردند. حصر مهمترین مشکلش غیرقانونی بودنشه. یعنی ما به هر امر اخلاقی بیام ذکرش کنیم، شرعی بخوام ذکرش بکنیم، ممکن اختلاف نظر داشته باشیم، اما یک سوال ساده اینه که کجای قوانین ایران همچو اختیاری رو به مجریان کشور داده که مخالفان خودشون رو بدون برگزاری دادگاه، نه یک روز و دو روز، نه یک سال و دو سال، 10 سال محصور بکنن و از حقوق اجتماعی خودشون محروم بکنن. اتفاقی که افتاده این خلاف قانون اساسی است، خلاف قوانین موضوع ایران است و متاسفانه در حدی که من یادم میاد و تاریخ ایران ثبت کرده، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب این مسئله سابقه داشته. یعنی همیشه افرادی که در رأس قدرت بودن مخالفین بزرگ خودشون رو که نمیتونستند فی‌الواقع اونها رو حذف فیزیکی بکنن در حصر میگذاشتن، گاهی وقتا تا بمیرند و به اصطلاح از شرشون نجات پیدا بکنن. خب تو این موارد ما قبل از انقلاب مثلا یکی از موارد مشخصش رو دکتر محمد مصدق داریم که ایشون بعد از اینکه دادگاه 3 سال با دادگاه نظامی به خاطر ملی کردن صنعت نفت این رو آمده محکوم کرده، بعدش هم الالعبد در خانه خودش خلاف قانون محصور بود و از دنیا رفت. بعد از انقلاب خب کسانی بودن، باز اینا براشون دادگاه تشکیل نشد، آقای شریعت مداری بودن، آقای قومی بودن، آقای منتظری بودن، آقای آذری قومی بودن. خب 2 نفر از اینها در حصر از دنیا رفتند، آقای شریعت مداری و آقای آذری قومی. 2 نفر دیگرشون خب از حصر رستند و بعد از دنیا رفتند، ولی ننگش، ننگ این کار غیرقانونی بر دامن زمامداران قبل و بعد از انقلاب باقی میمونه. من امروز فرصت نکردم، تو آخرین اون کتابی که نوشتم در ندای سبز که جلد اولش منتشر کردم در مورد جنبش سبز، اونجا آوردم که زمامداران این سالهای یعنی 100 سال اخیر رو با هم مقایسه کردم و میزان حصری که مخالفین خودشون کردن و رهبر فعلی جمهوری اسلامی فی‌الواقع نمره اول فی‌الواقع در میزان سالیان حصری که مخالفین خودش رو برخلاف قانون زندان کرده و این افتخار نداره. بعدم که گفته بشه نه این اگه دادگاه تشکیل بدیم حکم اینا خیلی وحشتناک است، خب وحشتناک میخواد اعدامشون بکنید، قانون به شما اجازه نمیده، دوست دارید، مایلید که من میدونم، ولی حالا میخواد چیکار بکنید؟ انقدر اینها رو نگه بدارید که دیگه آقای قومی رو 17 سال اینها غیر از 10 سالی که قبل از انقلاب حصر بود در زندان در حصر نگه داشتن. ایشون یکی از سران قیام 15 خرداد 42 بود که بعد بخشش در زمان آقای خمینی، بخشش در زمان جانشین ایشون، وقتی دیگه از حصرش رو برداشتن که ویلچر نشین شده بود و زبانش هم کار نمی‌کرد، یعنی نمی‌تونست حرف بزنه، برداشتن دیگه از حیز انتفاع به اصطلاح ساقط شده بود، الان حصرش رو برداشتن. این واقعا این روش درستی است؟ آیا اسلام به شما هم چه اجازه میده؟ قانون به شما هم چه اجازه میده؟ چی عرض بکنم؟ هیچ. یعنی نادرست نادرست نادرست. بعدم شما تا زمانی که نتونید مردم کشور رو قانع کنید که انتخابات به اصطلاح درستی صورت گرفته و تقلب نشده، این خیلی ساده است، یه دادگاه میتونید تشکیل بدید آشکارا، بگید بیاد هر کم خود یه هیئت منصفه هم باشه اونجا، بگیم که بیان و طرفین چیز خودشون رو، ادله خودشون رو اقامه بکنن. الان مکالمه که مال اون اوائله بین آقای موسوی آقای خامنه ای آمده بیرون، درس کرده بالاخره آمده بیرون، خودم وقتی میخونه میبینه که رهبر کشور از خیلی از مسائل ظاهراً بی اطلاع بوده، تصمیمات گرفته شده، این تصمیمات نادرست بوده و ایشون حاضر نیست تصمیمات رو به عهده بگیره. بعد رئیس پلیس وقت گفته میشه که دستور حصر رو مقام رهبری داده، خب بیاد به عهده بگیره.
به چه دلیلی شما کدوم بند قانون همچه چیزی رو به شما اجازه داده؟ یا دیگه من ولایت مطلقه دارم، اتفاقا بحث ما همین آقای ولایت مطلقه قانونن شما باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت بری، کجا بردی؟ از طریق شورای امنیت ملی بری، کجا بردی؟ یعنی بیا اینا رو یکی یکی به عهده بگیری، بعد اینا حق دفاع دارن یا ندارن؟ 10 سال حالا بخواید انجام، همین امروز بخواید دادگاه تشکیل بدید، حق دفاع دارن یا ندارن؟ خب حق دفاع بدید اونا بیان حرفشون رو بزنن. این نامه هایی که اینا نوشتن، هم نوارشون رو من میشنیدم، صحبت های آقای خامنه‌ای رو، ایشون فرمودن که چرا عذرخواهی نمیکنن؟ چرا عذرخواهی بکنن؟ شما باید عذرخواهی بکنی، شما باید از ملت ایران عذرخواهی بکنی، چه نقعی داره کردن کشوره؟ خب میرحسین موسوی توی 18 تا بیانیه که داده، نکاتی که نوشته، خب اینا باقی میمونه. یکی از کسایی که من گذاشتم رو وبسایتم هم هست، سرچ بکنید، هر 18 تاش روی پست گذاشتم. من به خاطر این در حد خودم دفاع کردم، هنوزم دفاع میکنم، معتقد هستم اینها آدمای صالحی بودن و برای احقاق حقوق مردم ایران، رأی گم شده شون اعتراض کردن. شما به جای این که پاسخ منطقی بدید، آمدید قبل از پایان مهلت قانونی، قبل از اینکه شورای نگهبان تایید بکنه، اومدید ذکر کرده تایید کرده انتخابات رو. شورای نگهبانی هم که هیچی، به خودمون میبینیم اصلا قاضی صالحی نیست توی زمینه. و آقای احمدی نژاد هم 84 هم 88 از صندوق بیرون اومده، اسنادش هم نسبتا مشخص است، موجود است. مردمی هم که 3 میلیونی که تو تهران اومدن به خیابان، خودجوش اومدن به خیابون، کسی نیوردتشون، همشون همین احساس رو داشتن. خب وقتیش افکار عمومی باور نمیکنه که شما راست میگید، هنوزم باور نمیکنه که شما راست میگید، حالا یا بگید فتنه‌گر، بگید تو گلوتون خفش پاره شد، اما ما فتنه‌گر نیستیم. موسوی و کروبی و رهنورد انصافا فتنه‌گر نیستن، و اینم آرزو رو به گور خواهید برد که کسی بخواد توبه بکند. اونی که اینجا باید پاشو بشین کنار بکشه، این خودکامگیست که در بر ایران داره حکومت میکنه، و اینکه ما بتونیم حکومت قانون برقرار بشه توی جامعهمون. و همین یک کلمه رو آخرش بگم، این چه نحوه اداره کردن کشوره؟ 500 کیلو نیم تن سند هسته‌ای شما اسرائیل بار میزنه بر اسرائیل، خاک بر سرتون. انصاف دانشمند هسته‌ایتون رو به اعتراف وزیر اطلاعاتتون جاش هم مشخص کرده، یک تن تیربار رو ور میدارن میارن تو اینجا سوار میکنن میزنن، هنوز یک نفرش رو نتونستید بگیرید. بعد همه مخالفاتون هم چه کار میکنید؟ متهم میکنید به عامل اسرائیل بودن، و اسرائیل تو سپاه و بسیج شما رفته بالا. این نحوه اداره کردن کشوره؟ موسوی غیر از این میگفت، کروبی غیر از این میگفت، و مردم تو سال 98 اینجوری شما کشتار کردید، هنوزم جرئت نمیکنید بیاد بگید که چند نفر کشته شده. خیلی جالبه، هنوز آمار رسمی اعلام نشده. کی مسئولشه؟ هر که مسئولشه، رهبر، رئیس جمهور، وزیر کشور، شورای عالی امنیت ملی، هر کس بیاد اینجا به عهده بگیره. هیچ کسی الحمدلله توی کشور یک هواپیما رو زدید، حالا یکی یکی میاد بیرون، معلوم نیست باز نفوذی اسرائیل آمریکا رفته توش، اشتباه سازمانی بوده، چه بوده. وقت مردمی رو به خاک نشوندید، عزیزانشون از دنیا بردید، دو قرتو نمیتونن باقی هست. واقعا نحوه اداره کردن کشور از این بدتر نمیشه کشور اداره کرد. چون بحث منم سر این جناح و اون جناح نیست، نحوه نهادینه یک اداره کشور اشکال عجیب و غریب داره. علتش همینه که مجلسی که قرار بوده در رأس امور بوده، در تصمیمات اصلی کشور هیچ کار است، هیچ کار است. یه مشتی هم آدم فرستادید اونجا که جز بله قربان گفتن هیچ هنری ندارن. معلومه که وقت مشاورم شما هر تصمیمی که شخص خود شما گرفت باید اجرا بشود، خب تصمیم هیچ جا نقد نشده، هیچ جا کارشناسی نشده، هیچ جا هزینهش مشخص نشده که آیا این کاری که شما دارید خارج از ایران انجام میدید، آیا اینا به نفع ملت ایرانه؟ این تظاهراتی که ما هر روز میبینیم سر کارگری که زیر خط فقر داره زندگی میکنه، به کجا، به کدوم حق شما این پولو دارید میبرید توی یمن و سوریه و عراق و فلسطین و این برو بر خرج میکنید؟ چرا که خونه رواست مسجد حرام است، کجا تصویب کردی؟ در کدوم مجلس تصویب کردی که این پولو باید بره بیرون؟
یا این پولی که دارید خرج هسته‌ای میکنید، کجا اثبات کرد که اینا به نفع ملت ایرانه؟ آیا ما الان احتیاج اصلیمون به اینه که حقوق کارگرمون تأمین بشه یا موشک داشته باشیم؟ حالا موشک نداشته باشیم میمیریم؟ چه هزینه شما صرف کردید؟ چه هزینه بر ملت ایران تحمیل کردید؟ به خاطر تصمیم های ماجراجویانه که میخواد اطرافتون بگیرید و برخورد الان هم اسرائیل اومده تو تمام اطراف شما پایگاه زده. همه اینا اگه مجلس مجلس بود، اگه دولت دولت بود، اگه مجلس خبرگان مجلس خبرگان بود، اگه مطبوعات ما امکان نوشتن داشتن، اگه احزاب ما امکان فعالیت داشتن، وقت معلوم میشد که این کاری که شما دارید میکنید درست یا نادرست. من یک سینه سخن دارم جلو خودم، واقعا دارم میگیرم که هر روزی که میخونم صبح که پا میشیم آدم خجالت میکشه که تو کشورش داره اتفاقا میفته. از هر حیثش که بگید آدم خجالت میکشه، یعنی ندانم کاری از بالا تا پایینش داره میریزه. خب نمونهش همین هست که داره پیش میبره. بعدم یه بار دو بار سه بار نوشتم تو همه اینا که آقا اصلا گوش شنوایی یافت میشه نه، آقا نشسته چون به تریش قباش برخورد کرده، اگه اینا بیان بیرون این به سلوار چیزش بر میخوره. تو که غیر قانونی کردی افراد زندان چون باید مخالف بودن، چه فرقی با شاه قبل از انقلاب میکنی؟ ما انقلاب کردیم، بندم جزءش بودم، سیاه لشکرش بودم، انقلاب کردیم که یک نفر برای یک کشور تصمیم نگیره. هنوز داره یک نفر برای یک کشور تصمیم میگیره. او بابا اومد حزب رستاخیز درست کرد، شما اومدید چه کار کردید؟ همه احزاب رو به شکل فعالش از بین بردید. فقط کسایی که بتونن بیان به اصطلاح بله قربان شما بگن دارن فعالیت میکنن. روزنامه جرأت میکنه خلاف نظر شما رو بنویسه؟ چند سال شما اجازه ندادید به یک خبرنگار بیاد مصاحبه بکنه؟ بزرگ اهل سنت میگه من 20 ساله رهبر کشور رو ندیدم. خب شهروند کشوره. که نشد کشورداری انصافا. پیغمبر خدا اینجوری کشورش اداره میکرد. علی مرتضی اینجور کشورش اداره میکرد. هیچ جاش قابل دفاع نیست. واقعا هیچ جاش قابل دفاع نیست. ما از تمامیت ارضی کشورمون دفاع میکنیم، از استقلالش دفاع میکنیم، از عزتش دفاع میکنیم، اما اتفاقاتی که افتاد در این دوتا قصه غرور ملی هر ایرانی جریحه دار شده که به این سادگی بیان دانشمندشو بزنن اساسشم بردارن ببرن. واقعا خجالت بکشید. چی بگم؟ و الان جز اظهار تأسف از این که وقتی دیشب میدیدم، این نکترم بگم دیگه عرضم تمام، این خبرنگار بی بی سی نوشته که زهرا رهنورد طرفدار حجاب اجباری بود. غلط گفتی همچو چیزی رو، همچو چیزی وجود نداشت. من یادمه من اولین نوشته که زهرا رهنورد در مورد حجاب نوشت رو بنده خوندم، سال 57 خوندم. کجا طرفدار حجاب اجباری بود؟ از اسم اعظم طالقانی و زهرا رهنورد و دیگران بود. اینا همشون طرفدار حجاب اختیاری بودن. چرا دروغ من منتشر میکنی؟ حجاب و زمان شما میاد میگین منظور حجاب اجباری بوده. احدی از اینها از حجاب اجباری دفاع نکرده. من شهادت میدم. خودم بودم تو زمان. میدیدم. و ور میدارید توی فضای میای ادبیات دیگری رو به یه ادبیات دیگه تحمیل میکنی. طرف تو زندان تو حصر. اقلا وقتی میخواد چیز رو منتشر بکنید انصاف رو در نظر بگیرید، اعتبار رو در نظر بگیرید، اعتبار حرفی که میخواد بزنید رو در نظر بگیرید. اولین من یادم خانم رهنورد رو من قبل از میرحسین موسوی شناختم و مطالبش رو خوندم. حالا اینا همشون یادم، حالا هر کدامشون برای من یک دنیا خاطره هستن. بسیارم متاسفم که ما نتونستیم تو این مدت کاری بکنیم که بیرون بیان. وقتی نگاه عکسشون رو میکردم گرد پیری به سر و صورتشون ریخته و واقعا تأسف آوره. یه خشمگین ما بیشرف ها مانده ایم. ما که نمیتونیم حاکمان خودمون رو مجبور بکنیم که به قانون تن بدن، دادرسی تن بدن. واقعا ما از خودمون خجالت میکشیم که نمیتونیم همچو کاری رو انجام بدیم. امیدوارم یک زمانی بشه. حالا میبینی یه تلفن گذاشتن رفت زنگ زده به مادر سهراب، تلفنش رو قطع کردن. خیلی خیلی حقیر هستید، خیلی حقیر هستید. این کسی که
بچهش رو، اون 4 تا بچه که توی کهریزه کشتید، خدا از سر تقصیراتتون نگذره. حالا یکی پیدا شده، بعد از 10 سال که تلفن تونسته پیدا بکنه، زنگ زده از این مادر دلجویی بکنه، تلفنش رو قطع کردید. به قول آذری قومی نوشته بود که عمر ابن یزید هم، عمر ابن زیاد هم با چنین رفتار نکرد که شما دارید با محصورین رفتار میکنید. به هر حال چیزی جز این ندارم که عرض بکنم و امیدوارم که اینا سر عقل بیان که بردارن این قفل چیز اختر رو و خانه جماران رو بردارن. اینا هر دوتاشون بین 79 81 و 75 سالشونه با کسالت‌های مختلف. پدر و مادر خود همه ما ها می‌بینیم که توی سن و سال چگونه هستن. حالا وقتی تو حصر باشی اتفاقات بیشتری میفته. من با بچه‌های آقای موسوی و رهنورد، بچه‌های آقای کروبی فرزندانشون همدردی می‌کنم و مقاومتشون رو تبریک میگم. واقعا نمره 20 گرفتن، با تونستن اینجوری مردانه مقاومت بکنن، جوان مردانه، و بعدش هم توی مقطع‌های مختلف هم از حصر حداقل حمایت کردن از جریان مردم. یعنی به جای این که بیان عذرخواهی بکنن، رفت نوشتن که حق، یعنی کلمه حق رو جلو سلطان جائر به کار بردن و جز دعا برای سلامتیشون و برای آزادیشون من عرض دیگه ندارم. ببخشید طولانی شد، از وقتم گذشته.